عزیز، وقت شما بخیر. متوسم که همگی شما خوب و خوش و سرحال باشین و همچنان درس هایتان را خوانده باشین. عزیزا، در مکتب رویای بزرگ با من زبیر خوش آمدید. عزیزا، امروز درس هشتم ما هست از مضمون دری صنف اول که حرف چه را با هم میخوانیم. شما روز قبل درس قبلی ما و شما حرف جیم خوانده بودیم و امروز هم حرف چه را میخوانیم؟ حرف چه را که حرف چه از لحاظ شکل هم شکل با حرف جیم هست و حرف چه سه نقطه با خود داره که حرف جیم دو نقطه، یک نقطه داشت، حرف چه سه نقطه داره. عزیزان، این هدف درس ما شناختن شکل، آواز، خواندن و نوشتن حرف چه می باشد. عزیزان، پیش از اینکه ما درس آغاز بکنیم، سه پرسش اینجا وجود داره. سه سوال اینجا وجود داره که با هم به جوابایش می پردازیم. پرسش اول، تصاویر بالا را می بینید و نام بگیرید. در تصویر بالا رو شما میبینید ایزا؟ بله. پس چی است؟ چاینک، بله، چپلی و چتری. دقیقا که اسمهایش همینجا نوشته شده براتون. سوال دوم یا پرسش دوم، چه وقتها از چتری استفاده میکنید؟ دقیقا چه وقتها؟ دقیقا در وقت بارانی، در یک روزی که باران باریده باشه، دقیقا در برفی، دقیقا و دیگر و روزهایی که هوا بسیار گرم باشه، به خاطر گرمی هم که آفتاب ما را جلد ما را یا ما را آفتاب نزنه، دقیقا که مریض نشویم. خب پرسش سوم، گاهی شما چپلی پوشیده اید؟ آیا شما چپلی پوشیده نیزا؟ بله، دقیقا همگی ما و شما در فصل تابستان که هوا بسیار گرم است، ما از چپلی استفاده میکنیم. خیلی خوب عزیزان، پس دقت بکنین و درسمان با متن درس میپردازیم. چمن از بازار چپلی خرید، چوپان چپلی چرمی میپوشد. چمن از بازار چپلی خرید، چوپان چپلی چرمی می پوشد. چمن، عزیزان دقت بکنین هر کلمه را و یا هر واژه را ما و شما چه می کنیم؟ حرف هایش با هم می خوانیم و هم خود کلمه را هجا می کنیم. چمن، چه میم نون، چمن، از الف زی، از بازار، ب الف زی، الف ری، بازار، چپلی، چه پ لام یا، چپلی، خرید، خیر یا دال، خرید، چوپان، چه واو، پ الف نون، چوپان، چپلی، چه پ لام یا، چپلی چرمی، چه ر میم یا، چرمی، می پوشد، میم یا، می، پ واو شین دال، پوشد، می پوشد. از اون دقت بکنین، چمن از بازار چپلی خرید، چوپان چپلی چرمی می پوشد. چوپان کی است ایزا؟ بله دقیقا چوپان کسی است که از حیوانات گله های حیوان مانند از گاو و گوسفند و بز نگهبانی میکنه و اونا رو به چریدن به دشت و بیابان میبرن، میگن چوپان. دقیقا عزیزا، درس ما با هم وقتی که شما
اینجا درس ما خواندیم و این به شکلی که ما شما هر کلمه را حرفش اسمش گرفتیم و همچنان هجا کردیم. شما هم در هنگام نوشتن هم هر کلمه را حرفش بگیرین و بنویسین. این برای شما خیلی کمک میتونه که خود کلمه را هم به ذهنتون حفظ شوه و زود یاد بگیرین. چمن که یک اسم هست، چه میم نون، چمن. ببخشید، چمن. بله، از الف زی، از بازار، ب الف زی الف ر، بازار. چپلی، چه پ لام یا، چبلی، خرید، خیر یا دال. همین رقم ایزا شما هم هر کلمه را که نوشته میکنید در کتاب چایتان همین رقم هم هجا بکنید و هم حرف چی را، واژه را یا کلمه را بگیرید. چوپان، چه واو پ الف نون، چوپان. چپلی، چه پ لام یا، چپلی. چرمی، چه ر میم یا، چرمی. می پوشد، میم یا پ واو شین دال، می پوشد. خیلی خوب عزیزا، پس عزیزا دقت بکنید در این قسمت پایین حرف چه هم به شکل پره هم هست و هم به شکل نیمه. این شما عزیزا در کتابتان همراه با پنسل و در کتابچه هایتان هم همراه با یا قلم یا پنسل تمرین بکنید که بیشتر چی شوند. به این شکل در کتابچه هایتان می توانید هم در کتاب و کتابچه هایتان تمرین بکنید حرف چه که تکمیل نوشته میشن به این شکل دقیقاً. بله، به این شکل شما هم تمرین بکنید ایزا. و ایش پایینش که هست شکل چیش هست ایزا؟ نیمه ایش هست دقیقاً ایزا. خب ایزا، پس در درس ما میپردازیم، توجهتون را خواهان هستم. هم درس بعدی ما که هست عنوان چا که با حرف چی چه نوشته میشه، حول حرفش چه، چا. خب در این درس عزیزا ما اینجا هم سه پرسش داریم، هم پرسش ها را با هم چه میکنیم؟ جواب میدیم. سوال اول یا پرسش اول، در تصویر بالا چی میبینید؟ دقیقا عزیزا در تصویر بالا ما شما چی میبینیم؟ یک دانه چاه و یک نهر آب که در کنارش چی است؟ درخت هم هست. دقیقا پرسش دوم، شما چاه دیده اید؟ دقیقا بله، شما چاه دیدید؟ بله، چاه از چی است که از حفر زمین تقریبا 20 متر 30 متر هست، نیچقوریش و عمقش که و از او آب آشامیدنی هم ما و شما استفاده میکنیم، از آبش برای نوشیدن و پخت و پس و شستن. بله. سه، در میان شما چه کسی در حوالی خود چای آب دارد؟ آیا در میان شما کسی چای آب داره؟ بله دقیقا عزیزا، در سابقه چاها به این شکل بود و حال خیلی کم از این چاها مانده، درست است عزیزا؟ خب دقت بکنین به درس ما عزیزا. چاه آب پاک دارد، بچه ها از چاه آب آورد، خالده با آب مرچها را شست، پدر خالده برای چا سرپوش ساخت،
دقت کنید، چاه آب پاک دارد. بچه ها از چاه آب آوردند. خالده با آب مرچ ها را شست. پدر خالده برای چاه سرپوش ساخت. ایزا دقت بکنین قسمت. بچه ها کلمه ها را که میبینین، ای در زبان دری وقتی ما بخویم یک کلمه را یا اسم چی کنیم؟ جمع بسته کنیم یا جمع ببندیم و یا از کلمه ها استفاده میکنیم. بچه یکی بچه ها، پس از یکی بیشتر زیاد میشن، یکی دو سه بچه ها. درست است؟ وقتی که توجه بکنید اینجا اسم ما جمع باشه، پس فعل ما هم جمع میشه. آوردند، اگر یک شخص باشه مفرد باشه، اگر باشه بچه از آب، از چا آب آورد میشه، پس اینجا جمع هست، بچه ها از چا آب آوردند. دقیقا ایزا ایزا. پس میپردازیم به هر کلمه یا هر واژه را حرف هایش با هم اسمش میگیریم و همچنان هجای هر کلمه را. چا، چه الف هگرده چا. آب، الف مد بی آب. پاک، پی الف کاف پاک. دارد، دال الف ری دال دارد. بچه، بی چه هی هگرده بچه. هیز چشمه الف ها بچه های. الف زی از چا، چه الف هگرده چا. آب، آب بله دقیقا، الف مد بی آب. آوردند، الف مد واو ری دال نون دال آوردند. خالده، خ الف لام دال هگرده خالده. با آب، بی الف با، الف مد بی آب. مرج، میم ره چه مرج. یه چشمه الف ها مرج ها. ره الف را شست. شین سین ت شست. پدر، پ پ دال ره پدر. خالده، خ الف لام دال هگرده خالده. برای، بر الف یا برای چا، چی الف هگرده چا. سرپوش، سر سی سین ر سر، پ واو شین پوش سرپوش. ساخت، سین الف خ ت ساخت. پس ایزا دقت بکنین، باز هم براتون میخوانم. چا آب پاک دارد. بچه ها از چا آب آوردند. خالده با آب مرچ ها را شست. پدر خالده برای چا سرپوش ساخت. خب عزیزا، یک قسمت که ما و شما توجه میبینین، بعضی کلمه ها از هم به این شکلش جدا شده. اگر از هم ما با هم پیوست بتیم و با هم یک جا بنویسیم، پس کلمه هایی با وجود میایه مانند به چه هگرده چی میشه ایزا؟ بله دقیقا، بچه. چه په لام یا چی؟ دقیقا عزیزا، چبلی. بله آفرین. و چه الف یا باز نون و کاف اینجا با هم پس داشتش کنیم چی میشه؟ دقیقا عزیزا، چاینک، که در آن چای دم میکنن. عزیزان خیلی خوب توجه بکنین به درس ما عزیزان. عزیزان در این قسمت هم میبینین بعضی کلمه ها از یک کلمه که حساب کلمه مرکب هست و از اینها اینجا چی شده؟ جدا شده و با هم اگر اینجا چی بنویسیم چی میاد؟ مثالش چی است؟ چی الف ر چار، اینجا هم چی مغز یک جا شده چی میشه؟ چار مغز. پس اینه با هم ما یک جا میرسیم چار مغز. درست است؟ اگه اینه با هم وصل کنیم، میتاره چار، چی الف ر چار، پ
الف پا یا ای چهار پایی. دقیقا چهار مغز یک نوع چی است؟ میوه از میوه های خشک. بله چهار پایی هم اشیا را که ببینید مانند میز، مانند چوکی، بر کلش چهار پایی میگن. ولی در کل چهار پایی از میز بلندتر است به خاطر استفاده از او که یک جای بلنده که دست نفر نرسه، از او خاطر به اونا از او استفاده میکنن و میشه هم چهار پایی با اشکال مختلف داره. اگر به این شکل ما با هم هر کدامش که بنویسیم مثلا چی میشه؟ چهار مغز. درست است؟ چه الف ر میم غین ز، چهار مغز دقیقا. و دیگه هم چهار پایی. درست؟ چه الف ر پ الف یا چهار پایی. عیزا خیلی خوب، درس که ما شما خواندین عیزا هر کدامشه دو بار در کتابچه هایتان، درست است عزیزا؟ در کتابچه هایتان بنویسین. درست است؟ اینها را دو بار در کتابچه هایتان بنویسین و واژه ها را به هر کدام در حرف چه 5 کلمه پیدا بکنید. به حرف چه 5 کلمه پیدا بکنید. عزیزا درس ما و اینجا به پایان رسید. تا صنف بعدی و جلسه بعدی شما را به خداوند بسپارم. بدرود، وقتان خوش.